درود عزیزان، امید که علی‌رغم دشواری ها خوب و خوش باشید و از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. دوباره جمعه شب فرا رسیده و ما با یک برنامه پرسش و پاسخ تلگرامی دیگه در خدمتتون هستیم. برای کسانی که این برنامه رو از طریق کانال تلگرامی حمایت از زندانیان سیاسی عقیدتی دنبال میکنن، این 34مین جلسه ما هستش و همونطور که در جریان هستید، از چند هفته پیش این جلسات به طور موازی در گروه های اتاق گفتمان و گروه آگاهی دموکراسی و سکولاریسم هم برگزار میشه. ما فایل های صوتی رو به اتاق ها فوروارد میکنیم و سوالات رو میگیریم و از مهمانم درخواست میکنیم که به سوالات رسیده از هر سه گروه جواب بدن. بعد از اتمام برنامه فایل های صوتی و سوالات رسانه‌ای میشن و اگر کسی به هر حال توی جلسه نتونست تمام جلسه رو حضور داشته باشه، میتونه از اون فایل های پیوسته که بعد منتشر میشه استفاده بکنه. موضوع جلسه امروز همونش که میدونید تشکیل بلوک چپ، اتحاد نیروهای جمهوری خواه و همکاری اتحاد عمل نیروهای اپوزیسیون در واقع منظورمون هستش. با توجه به اینکه این روزها شاید بیشتر از همیشه ضرورت وحدت نیروهای اپوزیسیون حس میشه، ما فکر کردیم که در واقع از رفیقمون مسعود فتحی دعوت بکنیم تا در این رابطه برامون صحبت بکنن و علی‌الخصوص برای تلاش هایی که در ارتباط با تشکیل بلوک چپ و اتحاد نیروهای جمهوری خواه توسط حزب چپ در واقع صورت میگیره بیشتر ما رو آگاه بکنن. من قبل از اینکه به هر حال از رفیقمون مسعود فتحی درخواست بکنم که صحبتاشون رو شروع بکنن، یه بیوگرافی کوچیکی از ایشون ارائه میدم و بعد فایل های صوتی مقدماتی ایشون رو به گروه ها میفرستم و میتونیم با هم دیگه گوش کنیم و بعد اگر سوالی هست سوالات رو طرح بکنیم. رفیق مسعود فتحی از اوائل دهه 50 از جمله فعالان دانشجویی در دانشگاه تهران بودن و در ارتباط با جنبش فدایی. در تابستان سال 55 برای اولین بار بازداشت شدن و تا آبان 57 در زندان بودن. بعد از انقلاب از بنیانگذاران نشریه کار بودند و در انشاب با جناح چپ اکثریت همراه شدند. بعد از اتحاد جناح چپ و اقلیت در کردستان، ایشون سردبیری نشریه ریگای گله و بعد از انتشار مجدد در اقلیت بعد از واقعه 4 بهمن 1364 عضو شورای عالی و سردبیر نشریه کار بودند. از بعد ایجاد سازمان اتحاد فدایان خلق ایران در فروردین 1373 که از وحدت بین جریانات منشعب از بخش‌های مختلف سازمان فدایی تشکیل شد، ایشون عضو این سازمان و از کادرهای مسئول اون بودند. رفیق مسعود فتحی سردبیر سایت اینترنتی اصرنو هستند، عضو هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران فدایان خلق و از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان ایران نیز می باشند. خب از رفیقمون مسعود فتحی اولا تشکر میکنیم برای اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و در جلسه حضور دارن و چون ما از ایشون قبلا درخواست کردیم که صحبت‌های مقدماتیشون رو برای ما ارسال بکنن، من ابتدا فایل صحبت مقدماتی ایشون رو تو گروه ها میذارم. از شما درخواست میکنم به فایل ها گوش بکنید و بعد اگر سوالی مطرح هست سوالات رو بپرسید و بعد به طور زنده رفیق مسعود به سوالات شما پاسخ خواهند داد. متشکرم و الان فایل رو براتون ارسال میکنم. خب با سلام به دوستان و رفقای عزیز و ممنون از دعوت به این اتاق، امیدوارم که جلسه خوبی داشته باشیم. موضوعی که پیشنهاد شده من در موردش صحبت کنم، یکیش تشکیل بلوک چپ، یکی هم مسئله اتحاد نیروهای جمهوری خواه و مسائل اون هستش. اول از همه من شخصا جزو کسانی هستم که برای تشکیل حزب چپ ایران
تلاش کردم و این تشکیل این حزب رو گامی در جهت تقویت نقش جنبش چپ و ایجاد ثقلی قابل اتکا در درون نیروهای گسترده چپ در ایران میدونم و به نظر من این وحدت برای ما باید آغاز کار باشه، هرچند زمان زیادی بیش از یک دهه وقت لازم بود که چون این نتیجهی به دست بیاد، اما آنچه که مهم هست این واقعیتی که موفقیت در هر عرصه نیازمند کار مداوم و سرسازی لازم و حوصله بیشتر هست و ما درسته که یک دهه تلاش کردیم ولی این تلاش به نظر من به نتیجه ای رسید که قابل اتکا هست و ما الان البته راه درازی در پیش داریم تا چپ رو به یک نیروی تاثیرگذار در صحنه سیاست ایران تبدیل کنیم. برای این کار هنوز باید زیاد کار کرد. ما به قول یکی از رفقا قبلا بارها گفته، ما برای انشاب کردن در گذشته وقت زیادی لازم نداشتیم، ده ها انشاب پشت سر گذاشتیم، ولی وقتی میخواستیم به همدیگه نزدیکتر بشیم، همون نیروهایی که در واقع به لحاظ برنامه به لحاظ سیاسی بیشترین نزدیکی ها رو به همدیگه داشتن، حداقل 10 سال وقت لازم بود. ما این کار رو انجام دادیم و نتیجه که گرفتیم اینه که این کار امکان پذیر هست و میشه این رو ادامه داد. من در ادامه راه جدا از تلاش برای جذب نیروهایی که همسو با ما هستند و همگرا با ما هستند، درخواست از آنها برای پیوستن به حزب چپ، همچنین تلاش خواهیم کرد که با نیروهای دیگری در درون چپ که بر اساس به هر حال پای همچون وحدتی نیستند و برای خودشون برنامه های مجزایی دارند و علاقه به این نوع رابطه ندارند، سعی میکنیم بر اساس اشتراکات سیاسی و برنامه‌ای برای دفاع از منافع جنبش کارگری و تأمین عدالت اجتماعی به توافقاتی دست پیدا کنیم و امکان ایجاد یک جبهه چپ رو فراهم بکنیم. از نظر من تقویت جنبش های مدنی، دفاع از حقوق شهروندی، مخالفت با هر نوع تبعیض، ایجاد شانس برابر برای همه آحاد جامعه فارغ از جنسیت، ملیت، مذهب یا هر باور و عقیده و مرامی دیگر، تأمین حداقل زندگی برای همه شهروندان تحت هر شرایطی، تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی از طریق تغییر در ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور اصول مسلم و مشترکی هستند که همه نهادهای چپ به نحوی به اونها اعتقاد دارند، باور دارند و در برنامهشون گنجاندن و حول آنها می شود یک جبهه وسیع ایجاد کرد تا و با دست پر و قدرت شایسته نیروی وسیع چپ روابط و رقابت با دیگر نیروها هم وارد روابط و رقابت با دیگر نیروها شد. از این نظر فکر میکنم که این برای ما باید گام بعدی باشه، جدا از این وحدتی که صورت گرفته و دعوت به نیروهای همسو و همگرا و نیروهایی که به هر حال زمانی حتی با این بخش از فدایان در تماس بودن، در بسیار فعالیت بودن در این جنبش، جدا از این همه نیروهایی که نیروهای چیز ما تلاش ما اینه که بتونیم به نیروهای چپ دیگر هم پیامی بدیم و با تمام دشواری هایی که در مناسبات بین چپ وجود داره بتونیم راهی برای این کار پیدا بکنیم. امروز جامعه ما آبستن تغییر بحران ناکارآمدی جمهوری اسلامی به اوج خودش رسیده. مهار این بحران که دامنگیر همه عرصه‌های اقتصادی و سیاسی هستش برای حکومت دیگه ممکن نیست. اعتراضات سیاسی مدنی هر روز دامنه گسترده‌تری به خودشون می‌گیرن و جمهوری اسلامی جز سرکوب، زندان، شکنجه پاسخ دیگری برای این مردمی که جانشون به لب رسیده نداره. این سلاح حکومت هم همونطور که
نامه اسماعیل بخشی نشون داد، در واقع دیگر تأثیر خود رو از دست داده، هیچ رژیمی نمیتونه مردمی رو که زیر بار فقر و بیکاری قرار داره با ادامه چنین روشهایی وادار به سکوت بکنه. واقعیت اینه که در یه همچین وضعیت آشفته‌ای تحریم های بین‌المللی نیز مزید بر علت شدن. اقتصاد کشور ما در واقع طی 40 سال حکومت جمهوری اسلامی شیرازش از هم پاشیده، منابع ملی توسط باندهای حکومتی عملا غارت شدند، انبار عمومی بین راندکاران حکومتی تقسیم شده. ما روزی نیست یا سالی نیست که از اختلاس‌های میلیاردی یا ورشکستگی‌هایی که ساختگی هستند، در واقع میلیاردها پول مردم رو از بین میبرن این چیزهای صندوق‌های قرض و رسن و غیره، خبرشو نشنیم. بیشتر کارخونه ها و مؤسسات تولیدی یا تعطیل شدن یا در آستانه ورشکستگی هستن. به هر حال کشور در آستانه به یه شکلی در حال فروپاشی است. اعتراضات دیماه سال گذشته هم نشون داد که طغیان علیه وضعیت کنونی در اعماق جامعه شکل گرفته و اگر که به هر حال رژیم با اتکا به نیروی سرکوب بتونه یه چند سباهی جلوی بروز این طغیان ها رو بگیره، ولی این طغیان ها می توانند در ادامه این وضعیت به سیل بنیانکنی تبدیل بشن. برای مردم دیگر ادامه این وضعیت خیلی قابل تحمل شده. این واقعیت همه در این حال همه نیروهای سیاسی رو به تکاپو انداخته تا راه حلی برای این وضعیت ارائه بکنند. البته خب طبیعتاً همیشه این صحبت بوده، ولی فشار شرایط هم خودش هشداری به تمام نیروهای سیاسی است. به همین دلیل هم صف‌بندی های جدیدی در حال شکل گیری است. حزب ما تا کنون در جهت اتحاد نیروهای جمهوری خواه برای ارائه یک برنامه عمل روشن برای تحولات آتی گام‌هایی برداشته است. ما بر این باوریم که امروز ایجاد ثقلی از نیروهای جمهوری خواه برای رسیدن به یک جامعه آزاد، برای بنیان یک جامعه آزاد اهمیت و اولویت زیادی برخوردار. ما در این عرصه فعال هستیم، همینطور برای رقابت با نیروهای دیگری که در اوضاع کنونی صفوف خودشون رو متشکل تر می کنن، ما باید متحدین خودمون رو در این عرصه انتخاب بکنیم و سعی کنیم در با برآمد قوی تری در تحولات آتی بتونیم تأثیر بذاریم. در حال حاضر ما همکاری های بین 4 جریان جمهوری خواه در جریان هست. ما تلاش کردیم که مبانی همکاری های این 4 جریان رو تنظیم بکنیم و به زودی منتشر خواهیم کرد. در این حال تا کنون هم در موارد متعددی اتخاذ موضع کردیم که آخرینش در رابطه با تحرکات سلطنت طلبان و نیروهای متکی بر دولت‌های بزرگ در واقع بود که ما سعی کردیم صف موضع نیروهای جمهوری خواه در برابر برخی از این تحرکات رو اعلام بکنیم. ما برگزار از جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک و سکولار تاکید داریم و برای آن تلاش میکنیم. مخالف آلترناتیو سازی دولت‌های خارجی و اتکای نیروهای اپوزیسیون به قدرت‌های خارجی برای تغییر رژیم در ایران هستیم و معتقدیم که این تغییر حق منحصر به فرد مردم ایران است. تصمیم در این مورد که چه اتفاقی میفته، به چه جایگزینی برای جمهوری اسلامی باید انتخاب بشه، این حق منحصر به فرد مردم ایرانه و ما از هر تلاشی در این جهت که بخواهد به جای مردم ایران
چه از طریق سرمایه گذاری مالی، چه از طریق دخالت نظامی و غیره بخواد در این زمینه تأثیر بخواد بذاره، ما با اون مخالفت خواهیم کرد. ما مخالف تحریم های اقتصادی و تلاش های دولت آمریکا و عربستان اسرائیل و سرمایه گذاری اونها بر روی برخی از نیروها یه اپوزیسیون هستیم. همه این دولت ها منافع خودشون رو دنبال میکنن و منافع اونها منافع مردم ایران نیست، منافع مردم زحمتکش کشور ما نیست و دولتی که اونها بر سر کار بیاورن با این روش ها در واقع بیشتر از اون قبل از همه به اونها مدیون و مرهون خواهد بود و بنابراین بر اونها هم خدمت خواهد کرد تا به مردم ایران. ما مخالف رژیم ولایت فقیه و خواستار جدایی دین از دولت هستیم، همچنین مخالف بازگشت سلطنت و مدافع حق حاکمیت مردم و اعمال آن از طریق نمایندگان منتخب مردم هستیم. این که چگونه و به چه شکلی این عمل این کار صورت بگیره، این رو آینده نشان خواهد داد و ما باید همه تلاش خودمون رو بر اون بگیریم و که بتونیم یه همچنین تغییر و تحولی رو در شرایط آتی در کشورمون در واقع امکان پذیر بکنیم. سوال شده است که اعلامیه اخیر چهار سازمان مرزبندی مشخصی علیه طرفداران کمک از دولت‌های آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی و مخالفین آن که فقط اتکا به مبارزات مردم را دارد مشخص کرده. در این میان پرسش شده احزاب جمهوری خواهی به خصوص در کردستان وجود دارند، هنوز امیدوار به کمک از این کشورها هستند، به نظر شما آنها در این گروه بندی کجا قرار دارند؟ فرقی نمی کند که آیا احزاب جمهوری خواه ملی هستند ولی به ملی قومی هستند در کردستان هستند یا احزاب چیزی، ممکنی که اونها اون چیز گسترده رو نداشته باشن، ولی فرقی نمی کند که اتکا به دولت خارجی در پیشبرد مبارزات به هر حال از نظر ما غیر قابل قبوله و اگر احزاب هم کردن بهشون توصیه میکنیم که این کار رو نکنن، به نیروی خودشون و به توان خودشون مردم خودشون متکی باشن و به نظرم این احزاب تا کنون هم اگر در کردستان مبارزه کردن با اتکا به همین مردم این کار رو کردن و البته مسئله در رابطه با کردستان، رابطه کردها با دولت‌های همسایه و غیر و اینا، چه عراقی ها با ایران و چه ایرانی اعصاب کرد ایرانی با عراق یا مثلا اینا یه مقدار پیچیده تر هستش و در دوره قبل هم تا حدودی به این شکل هر دو طرف از دولت ها کمک هایی می گرفتن و اینه که به هر حال طبعا مسئله ای هستش که باید در موردش بحث بیشتری کرد، ولی از نظر ما اتکا به دولت‌های بیگانه برای پیشبرد اهداف سیاسی در هر صورت امر غیر قابل قبولی است. در رابطه با چیز در رابطه با بیانیه حزب در مورد سیاست‌های ائتلافی و اتحاد و غیر و اینا سوال شده و گفته شده که موضع حزب در عرصه رو برای شنوندگان توضیح بدم. همینطور در رابطه با بیانیه‌ای که اخیراً جمهوری خواهان دادن در این رابطه هم توضیح خواسته شده. من در صحبت اولم در واقع در مورد بخشی از این بیانیه که بلوک چپ مربوط میشد توضیح دادم، در صحبت دومم تا حدودی به بخش دوم پرداختم در رابطه با جمهوری خواهان، ولی چند تو این سوالات دو در واقع تو این سوالات یک سوال سوم هستش که به نظرم مهمتره در موردش توضیح بدم که چگونه میتوان جمهوری خواهی را از پروژه به بدیل سیاسی بدل کرد؟ آیا شما به دنبال چنین بدیلی هستید؟
ما تلاش میکنیم که جمهوری خواهی به عنوان یعنی نظام متکی بر رأی مردم بدون اینکه به اصطلاح کسی با ارث و میراث یا کسی با به قول معروف فره ایزدی یا به اصطلاح به خاطر مثل ولایت فقیه به عنوان نماینده یا نایب امام بخواد بر مردم حکومت کنه، همه حکومتگران توسط خود مردم انتخاب بشن و نظامی در ایران برقرار بشه که در اون نظام فقط کسانی درش میتونن موقعیت داشته باشن، قدرت داشته باشن که این قدرت و این موقعیت رو از رأی مردم گرفته باشن، از طرف مردم نمایندگی شده باشن و به مردم پاسخگو باشن. به این اعتبار به نظر من جمهوری خواهی یک آلترناتیو هست برای وضعیت فعلی، یعنی برای جمهوری اسلامی و مقابله با بازگشت سلطنت. از این نظر اهمیت داره که جمهوری خواهان صفوف خودشون رو متشکل کنن و به دعوت هایی که برای بردن جمهوری خواهان به زیر سلطه یا همکاری با دیگر نیروها مثل سلطنت طلبان و غیره تن ندهند. از این نظر میشه گفت که یک بدیل هست به این اعتبار. بعد سوال شده که مبرمترین وظیفه جمهوری خواهان چیست و نزدیکترین متحدان آنها کدام هستند؟ جمهوری خواهان خودشون طیف های وسیع رو بگیر، از نیروهای چپ تا نیروهای ملی و بخشن نیروهایی که گرایش های دیگری ممکنه داشته باشن و قبلا تحت عنوان نیروهای مذهبی شناخته شده بودن ممکنه که به اون بپیوندن، یا نیروهای توشون هم لیبرال هست، میتونه لیبرال باشه، میتونه چپ باشه، میتونه نگاه های متفاوتی نسبت به مسائل ایران باشه، ولی در یک چیز با هم دیگه مشترک هستن، اون هم ایجاد یک ساختار سیاسی که متکی بر رأی مردم و پاسخگو به مردم است. از این نظر فکر میکنم که این اونها رو از دیگران متمایز میکنه، در عین حال به همدیگه نزدیک میکنه. ممکنه در خیلی از عرصه ها به همدیگه از همدیگه دور باشن، برنامه اقتصادیشون مثلا متفاوت باشه، برخوردشون به نظام حاکم نظام اقتصادی موجود یه جور دیگه باشه، ولی در این عرصه ها در این عرصه حداقل با هم دیگه نزدیک هستن و مشترک هستن و این چیزی هستش که بر این اساس میتونن با هم دیگه همکاری بکنن. بنابراین ما بر اساس اشتراکاتمون میتونیم با همه همکاری کنیم. سوال بعدی اینه که در برابر پروژه های بدیل سازی در خارج از کشور، تکیه به قدرت های خارجی یا روی کرد درونی و اصلاح از درون نظام، معنای حرکت چهار جریان جمهوری خواه چه می باشد؟ چهار جریان جمهوری خواه توی بحث هایی که تحلیل هایی که دادن تا کنون، اعدامی هایی که دادن و در آینده هم مبانی همکاریشون رو منتشر خواهند کرد، در اساساً بر این مسئله تاکید دارن که امکان تغییر با وجود ولایت فقیه و با این رژیم امکان تغییری رو نمی بینن. تلاششون اینه که این تغییر در اساس بهش در اساس در واقع کل این وضعیت رو تغییر بدن، بنیان به طور بنیانی این وضعیت رو تغییر بدن و این تغییر امکان پذیر نیست مگر اینکه مسئله جدایی دین از دولت به امر قابل پذیرشی صورت تبدیل بشه و در عین حال هیچ قدرتی غیر از قدرت مردم برای تعیین نوع حکومت و نوع نظام در نظر گرفته نشه. و این چیزی هستش که جمهوری خواهان تو این زمینه در برخوردشون با درون نظام هم همین هستش. با به هر حال نیروهایی که در درون نظام هم خواهان تغییر هستن، تا زمانی که به این به صرافت نیفتاده باشن که جدایی دین از دولت یک امر قطعی و حتمی است، امکان این که تو این حد در این حد بشه به اونها نزدیک شد وجود ندارد.
من در صحبت دوباره پرسش شده که نقطه نظر جریان های چپ با جمهوری خواهان به خصوص از نگاه برنامه های اقتصادی تفاوت دارد. ساختار این اتحاد را با توجه به نقش حزب چپ ایران فدایان خلق در بلوک اتحاد حزب با اتحاد جمهوری خواهان و نیروهای جمهوری خواه منظورشون حتما هسته، چگونه عملی می شود یا چگونه می بینید چگونه عملی می شود؟ من در پاسخ قبلی هم گفتم ما قرار نیست که در همه زمینه ها با هم دیگه یک جور فکر کنیم و نمی کنیم. یعنی تمام این نیروهایی که الان و در درون برخی از این نیروها هم گرایشات متفاوتی وجود داره، بنابراین در عرصه برخوردهای اقتصادی به توافقاتی که وجود داره ما یه سری میتونیم در حدی توافق کنیم که اشتراک داریم. تا اونجا که اشتراک داریم با هم دیگه متحد عمل میکنیم، ولی اون چیزی که برنامه ما برمیگرده، حزب چپ به هر حال چشمانداز متفاوتی داره نسبت به نیروهای دیگری که در این اتحاد حضور دارن. ما یک جامعه میخواهیم که رو به سوسیالیسم، عدالت اجتماعی داشته باشه و تلاش میکنیم اقداماتمون در جهت در واقع نقد سرمایه‌داری هست و گذر از به یک جامعه عادلانه هستش، بنابراین متفاوت ممکنه باشه و هستش با نیروهای دیگر که اینجوری فکر نمی کنن و تو این چارچوب با اصلاحاتی در این چارچوب میخوان همینجوری بمونن. اینه که یه مقدار ما بخشیم فراتر از این چارچوب میریم و به لحاظ برنامه و فکر میکنم که این تمایز ما با اینا هستش و این تمایز به جای خود باقی است، ولی اشتراکات ما هم در این که ایجاد یک نظام هم تو گفتم متکی بر رأی مردم و پاسخگو به مردم هستش سر جای خودش است. وسعت برنامه ما در تشکیل اتحادها در جریان عمل روشن خواهد شد که تا چه حد هست. ما تا خب توی چند ماه گذشته پیشرفت خوبی داشتیم. ما زمانی که دور هم دیگه جمع شدیم برای اولین بار بود که یه همچون اتحاد عملی صورت می گرفت یا حداقل چیزی صورت می گرفت. امروز ما در تلاش این هستیم که این اتحاد رو هم گسترده تر بکنیم، هم تبدیل به یک اتحاد پایدار بکنیم و تلاشمون این هستش که بتونیم جنبه های مختلفی رو که میشه در واقع پیش رفت و در توافق کرد حول مسائل مختلف این کار رو انجام بدیم. الان به نظرم پیشرفت خوبی داشتیم تا الان و میتونه از اینم گسترده تر بشه و طبیعتاً ما میتونیم در این زمینه نقش زیادی داشته باشیم و تلاش بکنیم دوستان دیگر هم که در این ائتلاف یا اتحاد هستن اونها هم طرحهایی دارن که طرحهایی هستش از جبهه تا خیلی گسترده تر، ولی ما تلاش کردیم که در حدی طوری پیش بریم که بشه گام به گام جلوتر رفت و هر کجا که بتونیم توافق بکنیم و هر کجا که نتونستیم به هر حال هر کس موضع خودشو داره و تلاش خودشو میکنه، ولی در یک مورد در این که از چیزهایی که دفاع میکنیم در واقع به نتیجه رسیدیم دفاع روشن و صریح بکنیم. به هر حال در عرصه های دیگر هنوز بحث زیادی نکردیم و سعی میکنیم که بعد اینکه دوی این توافقاتمون منتشر شد یا بیرونی شد و غیر و اینا بعد بیشتر بریم ببینیم که تو چه عرصه های دیگه هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. در رابطه با جبهه ضد دیکتاتوری، خب طبیعتا ما جبههی که تشکیل دادیم در واقع جبهه گذار از جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک و سکولار هست و فکر میکنم که دیگه نمیدونم که چه جبهه ضد دیکتاتوری چه تفاوتی با این چیز داره. ما مخالف رژیم ولایت فقیه هستیم
همطور گفتیم با جمهوری اسلامی به هر حال تلفیق دین و دولت اساس جمهوری اسلامیه و ما خواهان جدایی این هستیم و با این حکومت هم مخالفیم و تلاش میکنیم که با اتکاب جنبش های مدنی در واقع این کار رو انجام بدیم و پیش ببریم. طبیعتا روشنه که ما چه میخواییم و این جبهه برای ما مطرح نبوده، جبهه به این مفهوم ضد دیکتاتوری معروف. مثلا این در مورد دیکتاتوری شاه مثلا ممکن بود مطرح باشه، ولی الان دیگه فکر می‌کنم جمهوری اسلامی عنوان یک مجموعه مطرح هستش. از این زاویه منظورتون دقیق‌تر نمیفهمم و از همه نیروهایی هم که وقت تو این زمینه تلاش میکنن تلاش میکنیم که دعوت میکنیم که به این مجموعه بپیوندن. ببخشید سوال شده که اگه شما به در ایران به قدرت برسید مالکیت خصوصی رو لغو میکنید، اگر لغو میکنید با میشوید با این گروه های لیبرال کار میکنید چی میشه؟ ببینید ما فکر نمی کنم هیچ کس در ایران الان صحبت از لغو مالکیت خصوصی بکنه. ما تلاش میکنیم که شرایط رو تغییر بدیم، شرایط موجود در جامعه ایران رو تغییر بدیم و امروز ما بیشتر از اون که تغییر به این تغییرات فکر کنیم به این فکر میکنیم که چگونه میشه این چرخ تولید، چرخ اقتصاد در ایران رو راه انداخت و چگونه میشه به نفع جامعه این کار رو کرد، به نفع مردم این کار رو کرد و زندگی مردم رو در واقع چرخ زندگی مردم رو درست راه انداخت. به فکر لغو مالکیت خصوصی نیستیم. ما نقاد نظام سرمایه‌داری هستیم، ولی فعلا تا اونجا که برسیم ببینیم که چه کار با این نظام میشه کرد و چه آلترناتیوی براش داریم راه طولانی داریم. امروز کشور ما به اون چیزی که نیاز داره اینه که این وضعیت به این وضعیت پایان داده بشه و جامعه چرخ اقتصاد جامعه را بیفته، ارتباط با جهان آزاد بشه و سعی کنیم تولید رو در کشور را بندازیم و کار ایجاد کنیم، رفاه ایجاد کنیم و مردم بتونن در آرامش زندگی بکنن. بقیه مسائل چیزهایی هستش که برنامه‌هایی هستش که ما در آینده در موردشون بیشتر فکر خواهیم کرد. دوست عزیز آقای اشتالی پرسیدن شما خودت تجربه ای از انشقاق و وحدتی؟ دلم میخواست اول از همه انگیزه انشقاق را از زبان شما بشنوم، اینکه دوباره کدام انگیزه شما را به خانه خودتون باده. دومی که شما اول اینکه من انشقاق نکردم، ما به عنوان جناح چپ اکثریت در واقع اخراج شدیم به خاطر اینکه خواهان این بودیم که اولا که نظریات متفاوت داشتیم در رابطه با برخورد با حکومت، در برخورد به مسئله امپریالیسم پرولتری، در برخورد به مبارزه ضد امپریالیستی، اولویت مبارزه دموکراسی رو قبول داشتیم و نظراتمون هم نوشتیم دادیم و به رهبری وقت اون زمان گفتیم که ما میخواییم به عنوان یه جمع نظراتمون رو بنویسیم و تو این سازمان هم فعالیت بکنیم. اون رفقای اون موقع ما که الان هستن نپذیرفتن و چند تا از چهره های اصلی ما رو از جمله آقای مصطفی مدنی و ویدا حاجیبی رو و رفیقون حمید نعیمی رو اخراج کردم و طبیعتا خب ما هم بقیه هم در واقع راه دیگه نداشتیم که چیز بکنیم و بقیه رو به شکلی خود به خود اخراج کردن. بنابراین من خودم انشعاب نکردم، هیچ وقت من مخالف هر نوع انشعابی بودم، ولی این انشعابات به ما تحمیل شد از طرف رفقایی که فکر میکردن که میخوان سازمان تک نظری داشته باشن و سازمان رو پاکسازی بکنن از مخالفین و متاسفانه خب اینا چیزهایی هستن که مربوط به گذشتن و من زیادم چیز ندارم، دوست ندارم در موردشون صحبت بکنم. امروز ما به اینجا رسیدیم، به هر حال تلاش کردیم، به اینجا رسیدیم که 10 سال تلاش کردیم که بابا ما
همه چیزی، همه اون چیزهایی که میگیم به هر حال با هم مشترکه و میتونیم با هم در یک سازمان باشیم. الان هستیم، اون موقع هم میتونستیم باشیم با تمام اختلافات و متاسفانه شرایطش طوری بود که نمیشد. دومی که گفت پرسیده که میتوانید تجربه خودتون آمری، من تجربه هم اینه که من هیچ وقت علی‌رغم این که خب انشعاب و اینجور چیزا خیلی آزاردهنده است، هیچ وقت فراموش نکردم که هر کدوم از این پاره ها جزی از پاره تن من هستند و این رفقا رفقای من هستند و هر هیچ وقتم رابطه با هیچ کدوم نه با چپش نه با راستش قطع نکردم و سعی کردم که هر موقع تلاش کردم که بهشون نزدیکتر بشم. این گیر کارم همینجاست که نوستالژی، این که پرسیده شده که گیر کار کجاست که روند وحدت اتحاد 10 سال طول کشید، چرا با این سرعت تحولات روزجهانی باید وحدت 10 سال بود؟ علتش اینی که گفتم ما برای جدا شدن زیاد وقت لازم نداشتیم، ولی برای اینکه به هم دیگه برسیم وقت زیاد میخواد. برای اینکه کسانی که جدا شدن از همدیگه برای خودشون برج بارو ساختن و اون برج بارو رو نمیخوان از دست بدن، من جز کسایی هستم که همه برج باروهامو به راحتی برای هر وحدتی از دست دادم و علاقه نداشتم که مثلا اون سازمان کهنه حتما بمونه و نتونم این سازمان جدیدی با رفقای دیروزم ایجاد بکنم. ولی بعضی برای برخی از رفقا اینجوری نیستش و خیلی سخته، از جمله نسلی از اتحاد فدایان هم نیومدم به این مرکز و متاسفانه. من البته سوال یک بخش چهارمی هم داشت که اینکه چه تلاشی برای گسترش دامنه اتحاد مدارات در خارج از دایره چپ و در چارچوب که میخوای انجام میدهید. اما همونطور که میبینید ما 4 جریان در واقع با هم دیگه نشست های خیلی زیادی داشتن، با 4 جریان جمهوری خواه از جمله سازمان های جبهه ملی ایران در خارج کشور، اتحاد جمهوری خواهان ایران، همبستگی جمهوری خواهان ایران و حزب چپ ایران فدایان خلق. الان چندین ماه هست که با هم دیگه یک اتحادی رو، یه ائتلافی رو در واقع تشکیل دادن و اطلاعیه هایی رو دادن و آخرین اطلاعیه هاشون هم خیلی انعکاس وسیعی داشته در رابطه با همین مسئله کمک گرفتن از دولت های خارجی و همینطور در رابطه با بزرگ کردن، یعنی در رابطه با مرزبندی با سلطنت طلبان در این رابطه و در رابطه دیگه بود. در واقع نکات خیلی وسیعی داشته و این یکی از کارهایی بود که تعرض کردیم. از نظر من شخصا فکر میکنم که سلطنت چیزی است که در ایران دیگه منقرض شده، در هر کجا هم که سلطنت رفته دیگه برنگشته و تلاش برای برگرداندن سلطنت در ایران با توجه به تجربه ای هم که از سلطنت در ایران وجود داره، به خصوص بعد از سلطنت خاندان پهلوی، از رضا شاه پهلوی تا محمد رضا شاه، هر دو دیکتاتور تمام به تمام معنا بودن، فکر نمی کنم که کسی خواهان بازگشت اون دوران بشه. حداقل من شخصا خودم فکر نمی کنم اینو. بعد هم خودم هم تجربه زندان و شلاق اعلیحضرت همایونی رو دارم هنوز با خودم و فکر نمی کنم که ما به اونجا برگردیم و چیز بکنیم. آینده جامعه ما در گذشته سپری شدهش نیست. آینده جامعه ما در واقع باید از نو ساخته بشه، باید طرحی نو در انداخته بشه و من شخصا ولایت فقیه رو ادامه سلطنت میدونم با یک پوشش دیگه‌ای و با یک توجیه دیگه‌ای، با یک در واقع چیز الهی، با یک رسالت الهی که برای خودش قائل هست. اون یکی هم فره ایزدی برای خودش قائل بود. بنابراین ما باید از این هر دو گذر بکنیم، از هر بازگشت هر گونه حکومتی که
مردم بر اون کنترلی ندارن، بلکه عوامل دیگری در واقع حاکمانی که به عوامل دیگری متکی هستن باید ازش گذر بکنیم و فکر میکنم که سلطنت یکی از اوناست. در مورد خود رضا پهلوی من هیچ شاخصه برجسته ای از ایشون ندیدم در این 40 سالی که از ایران خارج شده، و اون موقع که از ایران خارج شد یه جوان 16-17 ساله بوده و تو این 40 سال هم ندیدم کار خاصی یا کار خارق‌العاده‌ای کرده باشه که این همه در بارقه در پیشانیش بعضی ها بارقه رهبری یک کشور میبینن. اینه که من چنین چیزی رو تقریبا میشه گفتش که من چنین توانی رو حتی در ایشون نمیبینم، چه رسد به این که بخواد مثلا این کشور رو رهبری بکنه. و فکر میکنم که تنها جاذبه ای که رضا پهلوی الان داره در واقع میشه گفتش که کاندید اصلی دولت ترامپ برای چیز هست، برای مثلا کسانی هستش که امید به تغییر از طریق کمک خارجی بستن. من نمیدونم لیبرالیسم در چه لیبرالیسم مثلا نمیدونم، خیلی از جریانات خودشون لیبرال میدونن، مثلا تو ایران حزب کارگزاران سازندگی خودش رو حزب لیبرال میدونه یا مثلا چیزی، ولی فکر میکنم که جریانات این جریانات نو لیبرال بیشتر الان در اقتصاد، حداقل در اقتصاد ایران توی دوره‌ای که رفسنجانی اومد بعدش هم اینا بیشتر سیستم همون نو لیبرالی بوده که در دنیا در واقع رایج شده دهه 80 بعد. در ایران هم به نظرم اون بیشتر پیش رفت، یعنی تلاش شد پیش بره، هرچند در ایران هیچ سیستم قانونمندی وجود نداره بلکه یک نوع هرج و مرج حاکمه و در عرصه اقتصاد هم هرکس کار خودش رو میکنه و فکر میکنم که یه برنامه مدونی برای این کار نیست. حالا در برای آینده ایران حداقل میشه گفتش که چیزی مثل چیزهایی که پروژه هایی مثل تو که پروژه هایی که هم رشد اقتصادی و هم آزادی های سیاسی و مدنی رو در بر بگیره و هم رفاه عمومی رو مد نظر قرار بده، مثل سوشال دموکراتیک و غیره و اینا، بیشتر محتمل هست یا بیشتر ضروری هست تا اینکه سیستم هایی که برحال در دنیا هم تجربه شدن و تجربه شون الان هم خیلی میشه گفتش که فاجعه بار بوده، مثل تجربه نئولیبرال ها در شیلی و آرژانتین و غیره. من سوال قبلی رو نمیدونم تا چه حد تونستم جواب بدم، ولی دوست عزیزی نوشته آقای ابوالفضل جلیلوند پاسخ شما قابل قبول نیست، حزبی که خود را متعلق به اردوها چپ معرفی می کند باید قبل از هر اتحادی در جهت تغییرات سیاسی موضع خود را در قبال سایر مکاتب فکری من جمله سرمایه‌داری در برابر آن قرار می گیرد مشخص کند. شما نمی توانید با پاسخ پرسش از رفاه بگویید. رفاه اجتماعی چپ ایجاد میکنند با رفاه اجتماعی راست ایجاد میکنند کاملا متفاوت است، هر دو در یک قالب سیاسی ممکن نیستند. اگر مردم ایران از چه اولا که چون مفصله من همه رو دیگه نمیخونم، میگم اولا که ما من همونطور تو صحبتم اولم گفتم ما توی عرصه هایی با هم دیگه، عرصه سیاسی با هم دیگه توافقاتی داریم، تو عرصه های اقتصادی وارد نشدیم و در حد معینی میشه در این عرصه ها وارد شد، مثل مسائلی که در رابطه با تأمین حقوق معینی در رابطه با مسائل مردم هستش، ولی اینکه سیستم اقتصادی رو ما بخوایم مثلا با دیگران شرط اتحاد قرار بدیم، اتحاد سیاسی قرار بدیم، فکر میکنم این یه مقدار غیر قابل یعنی امکان پذیر نیست. بنابراین ما سعی میکنیم که
برنامه اقتصادی خودمون رو برنامه اقتصادی خودمون رو داشته باشیم و سعی کنیم تا اونجایی که میشه، یعنی با دیگران هم در موردش، در مورد اصولی از آن یا بخشایی از آن چیز کرد، به توافق رسید، توافق بکنیم. در غیر این صورت خب برنامه ماست. رفاهی که جناح چپ ایجاد کنید طبیعی و جناح راست اصلا رفاه ایجاد نمی کنه. اصلا مشکل اینو نداره که کسی گرسنه است، چه کسی نمیدونم کار نداره، چه کسی بیمه نیست. نمونهش تو همه جا هستش. اینی که این چی که رفاه، دولت رفاه و غیره و اینا، در واقع منشأش چپ هستش. یعنی چه چیز منشأش تفکرات چپ هست، اینکه عملی شده یا نشده، چه جوری شده و به چه سرنوشتی دچار شده، یه امر دیگه ایه. ولی منشأ این چیزها در واقع خود چپ هستش. بعدم در ادامه سوال گفتید اگر مردم بخوان از مردم ایران میخوان از چاله به چاه نیفتن، قبل از هر نوع حمایتی از گروه سیاسی باید دقیقا بدانن این گروه چه نگاهی به مسائل مختلف حکومت، من جمله حوزه اقتصاد یا نحوه توزیع سیاسی دارد، قدرت سیاسی دارد. این که ما فعلا ما همینو میگیم که ما باید روشن بکنیم که چگونه چه ساختار سیاسی در ایران ایجاد میشه و چه تغییراتی صورت میگیره و تو اون تغییرات چقدر به نفع مردم هست که بتونن خودشون، امور خودشون رو با اتکا به نیروی خودشون در واقع سامان بدن و در عین حال اراده خودشون رو به کسایی که در اون بالا میفرستن، به نماینده، بتونن دیکته بکنن، ازشون بخوان که کاری رو که قول دادن اما انجام بدن و مطالباتشون رو از اونا بتونن بخوان. این الان در شرایط ایران قابل امکان پذیر نیست، ولی ما شرایطی باید ایجاد بکنیم که مردم هم متشکل بتونن بشن، هم بتونن خواستهاشون رو مطرح بکنن و بخوان که به خواستهاشون پاسخ داده بشه. و ما حزبی هستیم که میخواییم به خواستهای مردم پاسخ بدیم. صحبت این نیستش که اول براندازیم بعد ببینیم چی کنیم. ما قبل از اینکه براندازیم این حرفا رو میزنیم و این حرفا هم عمل خواهیم کرد. احساس میکنم که البته بیشتر دیگه داره بحث دو نفره میشه. آقای جلیلوند دوباره گفته که فکر میکنم توافق داره که گذر از جمهوری اسلامی همه اهداف شما رو در پی خواهد داشت. من اینجوری فکر نمی کنم. ما فکر میکنم که گذر از جمهوری اسلامی یک آغاز کاره، پایان کار نیست و کلی کار تو این کشور وجود داره برای از نیرویی که برنامه برای تغییر و تحول داشته باشه. و فکر میکنم که اگر این گذر صورت بگیره، تازه شروع شده و شروع یک دور جدیدی، یک دوران جدیدیه که ما باید بتونیم در واقع اونجا هستش که به نشون بدیم که تا چه حد چیز هستیم و از الان هم براش در واقع فکر میکنیم. اینه که این مسئله به عنوان تنها هدف نیست، بلکه یک گامی هست برای ایجاد یک جامعه مدرن و آزاد. دوستی نوشته که امروز که نولیبرالیزم گفتمان مسلط شده و ویروس نولیبرالیزم در بن و مغز چپ هم نفوذ کرده و رشد دموکراسی به قبله آمال همگیش شده، چه ضرورت زیر پرچم چپ فعالیت کرد؟ من فکر میکنم که این نوع تحلیل ها از چپ یه مقدار بی‌انصافی است و در این حال یک نوع فرافکنی است. یعنی چپ نئولیبرال نیست. نئولیبرال ها آمار دیگه ای دارن و هیچ نیازی ندارن که چپ بشن و چپ هم فکر نمی کنم که بخوان زیر پرچم نئولیبرالیسم اهداف خودشون رو پنهان بکنن. یعنی پنهان هم نمیشه کرد در اون نئولیبرالیسم یک نوع نگاه به جهان هستش که توش اصلا منافع جمعی یا منافع گروهی، منافع ملی غیر و اینا جایی نداره. منافع همه چیز به فرد تبدیل میکنه، همه چیز حتی
تاچر یه بار گفته بود اصلا جامعه یعنی چی؟ فرد وجود داره و آزادی، یعنی جامعه اصلا مطرح نیست. در صورتی که اساس فکر چپ در اینه که همبستگی اجتماعی ایجاد بکنه، و تو این همبستگی اجتماعی، بر بنیان این همبستگی اجتماعی، یک شالوده جدیدی بریزه که تو اون همه در حد نیاز، در حد نیازی که دارن، بتونن از در زندگی برخوردار باشن، نه اینکه یک بخشی از جامعه، یک قشر کوچیکی از جامعه همه ثروت ها رو داشته باشه، همه امکانات رو داشته باشه و بخش اعظم جامعه به نان شبش محتاج باشه. این چیزی که نولیبرالیزم ترویج میکنه به هیچ وجه با اندیشه چپ نمیخونه، و این نوع اظهار نظرها فکر میکنم که یا از ناآگاهی است یا یک مقدار هم غرض وزی نسبت به چپ است. دوست عزیز نیکنام تلاش گفته تلاش برای ایجاد جبهه واحد ضد دیکتاتوری مبرمترین برنامه عمل طرفداران پیشرفت رهایی توده های رنج و کار هست. حال دلیل دارد که به جای پیوستن به نیرو و جریان اصلی مطرح کننده ایجاد این جبهه واحد ضد دیکتاتوری، حزبی دیگر ساخته شود که هر برنده نیروهاست. فکر میکنم که این فکر خب مطرح است، ما با این فکر رو یه حزبی مطرح میکنه، حزب توده فکر کنم اینو مطرح میکنه، ولی این زیاد به روز نیست. یعنی من همونطور گفتم اون نوع دیکتاتوری که مطرح هستش فکر کنم که بیشتر استبداد مذهبیه، اون چیزی که در ایران هست. یعنی فرد دیکتاتور ما مواجه نیستیم، مثل صدام، مثل محمد رضا شاه پهلوی، مثل رضا شاه پهلوی. ما با یک سیستم مواجه هستیم که در اون یک مجموعه بر اساس یک نوع چیز دینی، یعنی یک نوع سبقه دینی در واقع حکومت میکنه، و در رأسش هم یک روحانی قرار داره تحت عنوان ولی فقیه، و همه امتیازات برخورداره، و به هر حال تمام امکانات جامعه رو در اختیار خودش گرفته. شما فقط به بودجه دولت نگاه کنید ببینید نصف بیشتر بودجه اختصاص داده میشه به نهادهای مذهبی و نهادهای تبلیغات مذهبی و غیره و اینا، و بودجه ای که اونجا پرداخت میشه از بودجه آموزش و پرورش یک دهم اونم نیستش. بنابراین فکر می‌کنم که اصل بر این نیستش که ما در مورد اینکه ضد دیکتاتوری باشه یا ضد ولایت فقیه یا غیره و اینا، اصل برای اینه که آیا میخواییم کاری بکنیم یا نه، بعد میخواییم با هم دیگه کار بکنیم. نمیتونه یک کسی یه چیزی رو بذاره بگه بقیه هم همین رو بپذیرن بعد بیان. اگر قرار باشه همکاری بشه، تو به همکاری یعنی آدم ها میشنن با هم دیگه صحبت میکنن، به نتیجه واحد میرسن، بر اساس اون نتیجه واحد هم کاری انجام میدن. اگر نه که خب اینجوری باشه هر کس تنها میمونه، یعنی میگه یا جبهه من یا هیچ چیز دیگه. دوست عزیز آقای جلیلوند دوباره البته نوشتن که گذر از جمهوری اسلامی تنکنده همه اهداف ملت نخواهد بود. بله طبیعیه این گذر صورت بگیره، بعدش همونطور گفتن تازه کار شروع میشه و برای اون باید برنامه داشت. و بازم با این نوشتن که در واقع همه مشکلات برطرف نخواهد شد، بعد از این نیز مبارزه برای عدالت آزادی ادامه خواهد یافت. مبارزه برای عدالت آزادی حتی اگر جمهوری اسلامی هم بره، یک رژیم دموکراتیک هم بر ایران حاکم بشه، ادامه خواهد داشت. نیروهایی خواهند بود که مخالف این چیز، این نوع ایده ها هستند، ولی چپ ها باید تا همون شرایط هم این کار رو انجام بدن و پیش ببرن. به هر این چیزی هستش که امر مسلمی است، و مبارزه ما با گذر از جمهوری اسلامی پایان پیدا نمی‌کنه، تازه شروع میشه، و اون موقع شرایط آزادی برخوردار خواهیم شد که بتونیم
نیروی اجتماعی خود رو برای تغییرات اساسی تر سازمان بدیم. این اون چیزیه که به هر حال باید ما انجام بدیم. ممنون از شما که گفتید که مرسی، ممنون که گفتید دو جانبه نشه. منم دوست دارم که به هر حال دوستان دیگرم اگر سوالی دارن بکنن. به هر حال من در مجموع اشکال نمی بینم، یعنی ایراد نمی بینم، در این حال تفاوت اساسی هم نمی بینم. به هر حال شما آخر سر در همونی که نوشتید، همونی که منم گفتم، ما ادامه میدیم، یعنی ما این بخشی از راه رو با یه سری نیروهایی میتونیم بریم، با اونا میریم، ولی این به معنی نیستش که این تمام هدف ماست. ما بعد از اون هم کار خیلی زیاد خواهیم. رفیق راهلی عزیز پرسیدن چه اقدامات عملی برای نزدیک شدن به سایر نیروهای چپ صورت گرفته؟ می شود لطفا دقیق تر توضیح دهید و موانع اصلی چیست؟ از طرف ما هیچ مانعی نیست. ما تلاش کردیم در همون دوره هم که وحدت می کردیم با نیروهای بیشتری در واقع این پروژه را پیش ببریم، ولی خب یه سری نیروهای نسبت به این وحدت با دیده تردید نگاه میکردن و عملا همراه هم نشدن و یه دیگه مخالف بودن. ما در این حال تلاش میکنیم که به هر حال به این بخش از نیروها هم نزدیک بشیم. سعی تا کنون به هر حال سعی روابط زیادی ایجاد نشده، ولی این چیزش هست، یعنی این چشمنداز هست که بتونیم در آینده به خصوص با رفقای خودمون که به هر حال به این وحدت نیامدن و همچنین نیروهای نظیر اون رفقا باشون وارد یه سری مناسبات نزدیکتر بشیم. اقدام خاصی به اون شکل نمیتونم بگم شده، ولی در این حال رایزنی های تو این زمینه ها وجود داشته. یه سوالی هم که شده در مورد این که الان گفته که بیش از در مورد فعالیت های حزب مطبوع در پیش از 57 و تهییج مردم، ایجاد شورش و انداختن قدرت به دست خمینی اعوان انصارش چیست؟ الان که قدرت رو ما به دست خمینی نسپردیم، ما علیه دیکتاتوری مبارزه می کردیم و تلاش می کردیم که تغییر پیدا کنه اون اوضاع و دیگه برای یه جامعه آزاد و باز مبارزه می کردیم. به هیچ وجه این نبود که این کار رو بکنیم، تا خب رژیم شاه در واقع میشه گفتش که خمینی رو سر کار آورد. علتش هم خیلی روشنه، تمام احزاب سیاسی رو تعطیل کرد، تمام فعالین سیاسی زندانی بودن، برای اینکه بتونن فعالیت سیاسی بکنن مجبور بودن دست به خیلی اقدامات دیگه بزنن و تا زمانی که در چارچوب قانون حرف می‌زدن هیچ کس براشون اهمیت قائل نمی‌شد و طبیعیه که کسی که زبانش رو ببندن محل به اصطلاح امکان ابراز نظر ابراز وجود ندن به مسائل دیگری هم میتونه متوسل بشه. بنابراین این ما نبودیم که خمینی را آوردیم، این شاه بود که تمام نیروهای مدرن جامعه رو سرکوب کرد، مساجد رو آزاد گذاشت و در این حال خودش هم چیز بود. برحال این وقتی که انقلاب صورت گرفت، انقلاب همونطور که به یه شکلی میشه گفتش انقلاب رو نمیشه کسی را نمیدازه، یه وقتی که یه جامعهی به یه جایی میرسه که میبینی که همه موانع زیادی در مقابل پیشرفتش هستن، طغیان میکنه. این طغیان که شد، خب این طغیان اولین کسی که میتونست دم دستگاهش هم داشت و میتونست سوار این انقلاب بشه خمینی بود، با دستگاه روحانیت و مساجد، شبکه مساجد در کشور و نیروی حاشیه شهرها که به هر حال نیروی جدید، نیروی بیکار و چیزی بود. اینا به هر حال این نیرویی بود که خمینی با اتکا به اون اومد روی کار و فکر میکنم که به قول آقای بازرگان رهبر اون انقلاب یا چیز این انقلاب دیکتاتوری
پهلوی بود را انقلاب را انداخت، نه ما. بنابراین ما نمیتونستیم رو، ما نیاوردیم خمینی رو، بلکه خمینی رو محصول جامعه در واقع سرکوب شده دوران پهلوی بود. احزاب سیاسی از بین رفتن، سرکوب کرد، همه رو تبدیل کرد به یک حزب، حتی حزب احزاب بله قربانگو رو هم تبدیل کرد به یک حزب، حزب رستاخیز. خب این محصول اون سیاست همین نیروی بود که از اعماق، از حفره های مساجد اومد بیرون و تبدیل شد به یه نیروی حاکم. خب بعضی از سوالا فکر میکنم که زیاد چیز نیست، یعنی اینکه چپ یک بار به اشتباه کشور رو وارد یه سونامی 40 ساله کرد. این سوال فکر میکنم چپ این سونامی را آورد. همونطور گفتم این سونامی از دل این جامعه بیرون اومد، اون میلیون ها نفری که به خیابان ها اومدن و علیه رژیم شاه شعار دادند، اونها مردم کشور ایران بودن، از جای دیگه نیومده بودن، از پشت مرزها. چپ هم نیاورده بود، چپ آورده بود میتونست کنترل هم کنه. چپ در واقع تلاش میکرد که، مبارزه میکرد که تغییر ایجاد بکنه. این تغییر در واقع به شکلی که خودش گرفت و به ابعادی که به خودش گرفت، ابعادش بسیار گسترده بود. نیروهایی که برای این در واقع بر این تغییر سوار شدن تونستن چپ را سرکوب کنند. چپ جزو اولین نیروهایی بود که مورد سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفت. دوست عزیز اسماعیل سفرزاده نوشته در بلوک شب احزابی نظیر حزب توده ایران، بخش از اتحاد فداییان که به وحدت نپیوستن، شورای موقت سوسیالیست قرار دارن که مواضع نزدیکی نسبت به حزب چپ ایران دارن. مناسبات حزب شما بین احزاب چقدر امیدوارانه هست؟ ما به هر حال این نیروها برای اون وحدت، هم رفقای ما در اتحاد فدایان خلق جزی از پروسه بودن تا یه دوره‌ای، هم شورای موقت سوسیالیستا و حزب توده هم برای پیوستن به این مجموعه دعوت شده بود، ولی به هر حال نیومده بود، یعنی به هر حال سیاست دیگه ای داشت. ولی ما هم با حزب توده هم با این نیروها میتونیم روابط خوبی داشته باشیم، مواضع نزدیکی به هم دیگه داریم. نیروهایی که میخواستن با هم دیگه وحدت بکنن و نکردن، به نظرم بیشترین نزدیکی رو با هم دیگه دارن. با حزب توده هم مناسبتمون خیلی خوبه و به هر حال همین. در ادامه پرسیدن به نظر میرسد تعداد کنشگران چپی که به یک سازمانی وابستگی ندارن از افراد متشکل در همه احزاب بیشتر باشد. به چه علت علاقه آنها برای کار حزبی از بین رفته و چقدر حزب شما امیدوار به جذب آنها است؟ در این راستا چه کار کردید؟ البته بگم که خب کنشگران منفرد یا چپ، نیروی چپ اصولا بخش مهمی از نیروی فعال در عرصه سیاسی است، منتها اینکه در تشکیلات های متعدد هستش و تعداد بسیار زیادی هم بدون تعلق به تشکیلات خاصی در عرصه نهادهای مدنی فعال هستند. بنابراین ما اینکه اینا چرا از احزاب کنار کشیدن، یکی از دلایلش میتونه همین انشعابات زیاد باشه و اینکه و تأثیراتی که روی مجموعه گذاشته. حزب ما تلاش میکنه که جریانات یا محافلی رو که برنامه مشابهی دارن، همگرایی میتونن در پروسه همگرایی قرار بگیرن، باشون وارد مراوداتی بشه و بتونه جذب، بتونه در آینده در واقع جذب فعالیت حزبی بکنه.
این حزب برای فقط ما ساخته نشده، این حزب برای این هستش که هر نیروی چپی که میخواد برای آینده ایران، برای یک جامعه عادلانه و آزاد مبارزه کنه، بتونه جایی برای خودش داشته باشه، خانه ای برای خودش داشته باشه و بتونه در اونجا فعالیت بکنه. ما خانم شقایق دوباره نوشتن که دنبال چه چیزی بودید که مملکت رو بیراه بردید؟ چرا دنبال سازندگی نبود؟ چه عواملی باعث فکر کنید میتوانید ایران رو با یک تمدن طولانی با شوروی سابق مقایسه کنید؟ و اینکه مگر این عقاید در شوروی جواب داده بود که شما شروع کردید به اعتراضات به تو مبارزه با دیکتاتور؟ اولا که این شکل از سوال بیشتر سوال نیست، بیشتر قضاوته در مورد چیزی. اولا که تمام کسانی که مبارزه میکردن با رژیم شاه و برای دیکتاتوری شاه مبارزه میکردن اکثرا افراد تحصیل کرده، افراد با فرهنگ بسیار هم سطح بالا بودن و برای سازندگی مملکت هم ضروری بودن. خیلی از اونها بهترین افراد دوران خودشون بودن در اون دوره. بنابراین اون کسی که فکر میکرد که از بالا و با دستور و با پول نفت و با زور میتونه مملکت رو به اصطلاح به اون کعبه آمالش که شده بود تمدن و بزرگ ببره، در واقع زیر پای خودش رو خالی میکرد. شاه رو فقط مبارزان راه آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی نبود که سرنگون کرد، بلکه اون راه رو هموار کرد، ولی مردم بودن که سرنگونش کرد. اون مردمی که از اون حکومت رضایت نداشتن و میخواستن اون حکومت نباشه. اینی که حالا اینکه جاش چی اومد و اینا اون چیز دیگه ایه. اون برمیگرده همونطور گفتم به یک دوره‌ای که دوره اختناقی که از در 50 سال حکومت پهلوی از خودش به جا گذاشته بود، به خصوص بعد از کودتای 28 مرداد و به تدریج شاه علی‌رغم تمام اصراری که وجود داشت سعی کرد که نذاره صدای کسی در بیاد، نذاره صدای کسی سرش، حتی امینی را، دولت امینی را به قول معروف تحمل نکرد که آمریکایی‌ها بهش تحمیل کرده بودن. بنابراین این خودش همه کاره کشور بود و کشور رو به اونجا رسوند که آخر سر مجبور با اشک و آه در واقع کشور رو ترک بکنه. این ما نبودیم، ایشون بودن که این کار رو کردن. بنابراین شما فکر میکنم که درست نوشته خانم دوست رفیق عزیز راهل طهرانی، شما ما رو با کسان دیگه اشتباهی گرفتید. ما سازمان فداییان خلق ایران بودیم، در ایران بودیم، در همونجا هم مبارزه می کردیم و تلاش می کردیم که اهدافمون هم خیلی روشن بود، صریح بود و برحال همونطور که انقلاب شد، انقلاب با خودش خیلی چیزا میاره و اگر در رأس یک دولت کسانی قرار گرفتن، در رأس حکومت کسانی قرار گرفتن که همه رو به چیز کشیدن، به قول معروف تن و خشک رو با هم سوزوندن. سوال شده که آیا اختلاف بین نیروهای چپ فقط اختلاف نظری است یا عوامل دیگری هم در این پراکندگی و تشدد نقش دارند؟ در مورد مسائل غیر نظری چه تدبیری اتخاذ شده یا خواهد شد؟ خب مجموعی از مسائل در واقع درش دخیل هستند. یکی از دلایلی که مثلا در اولین انشابات زمانی اتفاق افتاد که ما بعد از انقلاب با یک شرایط جدیدی مواجه بودیم، نیروی خیلی وسیعی به سازمان روی آورده بود، نگاه‌های متفاوتی نسبت به مسائل وجود داشت، اختلافات در
در مورد چگونگی برخورد به تحولات وجود داشت، چگونگی برخورد با مسائلی که در سراسر کشور اتفاق می افتاد و از جمله با حکومت جدید، از جمله با جنبش هایی که در مناطق مختلف کشور وجود داشتن مثل کردستان، ترکمن صحرا، جاهای دیگه، و این سازمان فدایی خیلی بزرگ شده بود در کردستان، یه جوری درگیر بود با حکومت، در ترکمن صحرا یه جور دیگه، در تهران ستاد علنی داشت، و بنابراین اینا چیزهایی بودن که باید یک خط مشی اتخاذ می شد که چیکار می شه کرد. خب اولین اختلافات از اونجا شروع شد. یه بخشی از مثلا برمی گشت نقد از گذشته، نقد گذشته چیزی اینا سازمان و برخورد به گذشته سازمان که اون هم تأثیر داشت، ولی تأثیر اصلی رو در واقع تحولات جدید و ضرورت اتخاذ سیاست جدید بود که منجر به یه سری تغییر تحولاتی شد و از اونجا بود که در واقع انشابات کلید خوردن. بنابراین این فقط نظری نبود، نظری در واقع فرع بر این بود و نظری در واقع در توجیه چیز بود. یعنی وقتی که میشه گفتش که به نظری هم تبدیل شد، ولی سیاسی بود، ولی به نظری هم تبدیل. در تکمیل بحث بالا، در واقع مثلا کشف راه رشد غیر سرمایه داری خب نظری بود، ولی میتونست در خدمت این باشه که این شرایط رو قابل تحمل تر بکنه. یه مبارزه ضد اولویت مبارزه ضد امپریالیستی و مبارزه برای دموکراسی میتونست یه بخشش باشه. این چیزهایی بودن که به هر حال بعد از این چیز مطرح شدن، بعد از اینکه چه سیاستی اتخاذ کرد متناسب با اون هم در واقع به توضیحات یا تو چیز عملی در واقع کشیده شد. یعنی سری بحثایی بود که بعد از اینکه مسائل مطرح شدن، این بحثا به عنوان اینکه بتونم مشکل رو حل بکنم، برخی با این نظریات خاص در واقع مشکل رو بخواستن حل بکنن، اینی که اونها بعد از اون اتفاق افتاد. ولی کلید این انشابات در واقع در انتخاب سیاست و نوع برخورد به مسائل خورد. در مورد اینکه در مورد گفته شده مسائل غیر نظری چه تدبیری اتخاذ شده یا خواهد شد، در عمل ما سعی کردیم که اول از همه در سیاست ها سعی کنیم، یعنی نظر رو میشه اختلاف داشت و میشه با اختلاف هم ادامه داد، ولی در سیاست ها نمیشه دو تا سیاست متفاوت در یک سازمان داشت. یعنی اینکه سیاست هایی با این تنافری که در واقع در اون فاصله ای که در اون دوره بود نمیشه در یک سازمان داشت. الان هم همینطور هستش. بنابراین ما سعی میکنیم که نیروهایی که به هم میرسن، یا سعی میکنیم با نیروهایی در چیز قرار بگیریم، در ارتباط قرار بگیریم که در این حال جهتگیری های مشترکی داریم. ممکنه که در این زاویه یا آن زاویه نحوه برخورد و مسائل اختلاف داشته باشیم، ولی در اساس اگر اختلاف وجود داشته باشیم بسیار دشوار خواهد بود که بشه اینا رو جمع جور کرد. اینی که بیشتر سعی میکنیم که مسائل نظری رو امکان پذیر هست اختلاف، ولی مسائل سیاسی به خصوص مسائل استراتژیک بسیار دشوار است که اختلاف اساسی داشته. دوست عزیز مزدک میم، من نمیدونم کدوم پرسش شما رو پاسخ ندادم، ولی این پرسشی کردید نقطه نظر کنونی شما در مورد سابقه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی چیست؟ در مورد مناظرات سال 60 نقطه نظرتون رو بگید. اولا که اتحاد جماهیر شوروی یک تجربه برای کل بشریت بود و تجربه بود که نقاط قوت و ضعف خودش داشت و در واقع به شکست انجامید. این تجربه رو خیلی ها
در دنیا ارزیابی کردن، نظر دادن و کلی مطلب در موردش نوشته شده و فکر نمی کنم که در یک بحث در اینجا در این اتاق در این بحث چیز بشه به طور جامع بهش برخورد کرد. ما همون موقع هم نسبت به مسائلی که در اونجا میگذشت انتقاداتی داشتیم و فکر میکنم که این انتقاداتی داشتیم. به هر حال عرض کنم خدمت شما، الان هم فکر میکنم که ایراداتی که داشت همون ایرادات به چیزش کرده و مهمترین مسئله که در اونجا از همون آغاز نادیده گرفته شد مسئله دموکراسی بود، یعنی عدالت اجتماعی بدون دموکراسی، بدون آزادی های مدنی، بدون آزادی های فردی امکان عملی شدن نیست به یک دیکتاتوری، به یک در درون خودش در واقع از درون در واقع اتحاد شوروی از درون متلاشی شد ولی فشار بیرون هم بود ولی از درون میشد. این که از این زاویه فکر کنم این موضوع یه چیزی هستش که احتیاج به ارزیابی و تحلیل بیشتری داره. در مورد مناظرات سال 60 خب خود اون من در این مناظرات شرکت نداشتم و نمیتونم اظهار نظر بکنم ولی فکر میکنم که در اون شرایط سیاست درستی نبود. در مورد انتخابات سوال شده، خب من نمیدونم که این حزب هنوز از موقعی که تشکیل شده بحثی در رابطه با انتخابات نداشته که مواضع بد و بدتر بشه و نیروهایی هم که اینو تشکیل دادن تا اونجا که اطلاع دارم نه اتحاد فدایان خلق ایران نه سازمان اکثریت در انتخابات قبلی هم مشارکت نکردن. بنابراین نمیدونم از کجا موضوع دیگری خواهد شد یا این چی اونو دیگه در آینده میشه پاسخ داد. الان من نمیتونم پیش بینی کنم. گفته شده یعنی عوامل روانی فرهنگی در این پراکندگی چپ نقش زیادی نداشتن. اگر جواب این است که مسائل روانی فرهنگی هم نقش داشتن، چقدر به دستاوردهای علم روانشناسی و جامعه شناسی برای حل این بحران ها بها داده شده است؟ چرا داشتن؟ یعنی مجموعه از مسائل بود، مجموعه از پدیده ها نقش داشتن در این و خود تجربه خود چپ هم همینطور، یعنی چپی که فعالینی که زیر همواره زیر چتر سرکوب مجبور بودن همه چیزشون رو کارشون رو انجام بدن و مجبور بودن خیلی از مسائلشون رو با از هم نزدیکترین آدماشون رو مخفی بکنن، در زندان پشت سر گذاشته بودن، شکنجه شده بودن، شرایط دشواری ایجاد داشتن و تازه اومده بودن وقتی بیرون با یک شرایط جدیدی مواجه شده بودن. خب طبیعتاً همه اینا تأثیر داشته و همه اینا میتونست تأثیر داشته باشه. در نظر جامعه شناسی هم باید دید که کدوم جنبه ها شده در نظر. فکر میکنم که در ایران هنوز هم که هنوز خیلی کم به این مسائلی که در واقع عوامل در روانی و فرهنگی و جامعه شناختی بهای کافی داده نمیشه در چیزی اینا. ولی عوامل ما بیشتر با پدیده ها وقتی که اتفاق می افتن روبرو هستیم بدون اینکه کنکاش بکنیم یا دنبالش بریم ببینیم که چرا این اتفاق افتاده و به چه دلیل اتفاق افتاده. تو اون دوره هم کسی خیلی کمتر به خصوص هم که همه زیر فشار سرکوب بودن و به خصوص از سال 60 به بعد هر کس روزنامه رو به دستش می گرفت در اون روزنامه حتما نام اعدامی رو میخوند که مثلا یا میشناخت یا رفیق نزدیکش بود، اگه عضو خانوادهش نبود یا آشناش نبود یا
غیر و اینا، خیلی بعید بود که کسی رو نشناسه به یه لیستی از اعدام داره و اینا، همه تاثیر گذار بودند. دوست عزیز فرشاد سوال کردن، حال سوال من از شما اینه که اگر پس از رفتن جمهوری اسلامی مردم خواهان تشکیل نوعی از حکومت پادشاهی باشند چه میکنید؟ البته قبلش گفتن مخالف سلطنت، همونطور که من گفتم ایشون هم مخالف سلطنت، و اگر که باید و این مردم هستن که نوع حکومت آینده رو باید مشخص کنن، طبیعی این مردم هستن که نوع حکومت آینده رو باید تعیین بکنن، و اگر زمانی کسی اومد سلطنت رو به رأی مردم گذاشت و رأی آورد، خب رأی مردم، ولی آیا جمهوری خواهان هم خواهان سلطنت هستند؟ مثلا باید برن زیر چتر سلطنت؟ به نظر من نه، جمهوری خواهان جمهوری خواه هستند و باید مردم رو قانع کنند که سلطنت، اگر هم کسی به مردم بگن و تبلیغ بکنن، تلاش بکنن، بگن، روشن بکنن که جمهوری بهتره از سلطنت، و تجربه و مردم ایران هم سلطنت رو تجربه کردن و فکر نمی کنن که چنین اتفاق بیفته، ولی در هر صورت اگر چنین اتفاق افتاد اون موقع ما تابع رأی مردمی ما ولی فکر نمی کنم هم چه اتفاق افتاده. مثلا اگه مجلس مؤسسانی انتخاب بکشه، بره مثلا قانون اساسی از توش در بیاد که مثلا سلطنت توش نیست، دوره قبل که برای اتفاقی از توش در اومد، این همچنین امکان اتفاقی ممکنه بیفته، ولی فکر میکنم که یه عمدی هستش که باید به آینده سپر نظرش کنم. به هر حال این امر مربوط به آینده است و ما تلاش میکنیم که چون اتفاقی نیفته، یا حتی اقل مبارزه میکنیم که چون اتفاقی نیفته. ما هم سلطنت رو تجربه کردیم، هم ولایت فقیه رو تجربه کردیم، سلطنت ولی فقیه در واقع، و هر دو جامعه ما رو به اینجا رسوندن که الان هستش، و امیدواریم که بتونیم از این نوع گرفتاری ها دیگه در جامعه نداشته باشیم. دوست عزیز مزدک گرامی، من حقیقتا این که مثلا برگردم دوباره در رابطه با اتحاد شوروی صحبت بکنم، میخوام این کار رو نکنم، میگم این کار، این اظهار نظر یک اظهار نظر گذرا خواهد بود. چیز اصلیش این بود که جدا از فشار بیرون، یعنی فشاری که به هر حال اتحاد شوروی از همون اول به محاصره اقتصادی و سیاسی در اومد، البته و در درون خودش هم عواملی وجود داشت که به اونجا رسید، یعنی جدا از این که چگونه بود، این احتیاج به بررسی عمیق‌تر و دقیق‌تری داره. یکی از مسائلش این بود که به هیچ وجه از اون اول در جهت فقط سرکوب و فشار و عوامل، یعنی این میشه گفت که یه بوروکراسی عریض و طویل ایجاد کرد که خودش هم قربانی خودش بود، مثلا تصفیه های درونیش و غیر و اینا. اینه که از این نظر فکر کنم که یه مقدار به مسئله باید عمیق‌تر نگاه کرد، به عقب برگشت و دید که عواملش چی بوده، عواملش بیشتر از درون بوده تا بیرون باشه، بنابراین میشه گفتش که عوامل درونی در این سش نقش داشت. در مورد اون مناظره ها و اینا بحث جداگانه ای میخواد و فکر میکنم که من اظهار نظر همینجوری نمیخوام بکنم و بحث جداگانه ای میخواد، و در مورد اون مناظره ها میشه یه وقت دیگه رو گذاشت بیشتر صحبت کرد، و کسانی رو که در اونها مشارکت داشتن هم میتونن، هنوز هستن، میتونن صحبت بکنن. بخش مرسی. حزب چپ ایران یک حزب جدید هست، برنامه در حد یه سری منشوری داره، تو اون منشورش در مورد اهدافی که دنبال میکنه صحبت کرده،
و فقط هم حزب سلبی نیست، پیشنهادات روشن و مشخصی داره برای اینکه چگونه باید به آینده گذر کرد و با چه نیروهایی، با چه اقداماتی رو نباید کرد و چه اقداماتی رو باید کرد، از جمله در بیانیه ها و نوشته های خودش در واقع اینا رو گفته. و اگر من از این که شما مطرح میکنید که برنامه ای نداره و یه سلبیه، تصور میکنم که زیاد به اسناد این حزب دقت نکردید. ما حزبی هستیم که در عین اینکه مخالف این حکومت هستیم، در عین حال برای گذار از این حکومت، برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک و سکولار، برای تغییر در ساختار سیاسی سکولاریزم و عدالت اجتماعی مبارزه میکنیم و این رو اعلام کردیم. ما مخالف وضعیت کنونی در ایران هستیم. ما خواهان ایجاد یک جامعه ای که در اون همه از حقوق برابر و از امکانات برابر برخوردار باشند، از حقوق اجتماعی شهروندی برخوردار باشند، به کسی تبعیض به خاطر جنسیت، مذهب، ملیت یا هر مرام و عقیده دیگه، مذهب دیگه تبعیض نشه و یه جامعه ای که در اون هر شهروند از تمام حقوق و امکانات جامعه برخوردار هست و در این حال حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داره، یه جامعه آزاد مبارزه میکنیم. اینها جز برنامه ماست و شما اگه حداقل به اون چیزا نگاه بکنید، به اون اسناد ما، اسناد محدود ما، معدود ما هم نگاه بکنید که توی این چند ماه، به هر حال این حزب چند هنوز یک سال نشده چیز شده، اون موقع میتونید این مسئله رو ببینید. شعار گفتید که جمهوری خواهی، دموکراسی، سکولاریسم به عنوان مبنا مورد توافق قرار. آیا عدالت اجتماعی به همون نسبت با اهمیت نیست؟ آن هم وقت شعار کارگران میهنمان در وقت کنون کارنان آزادی است. چرا اهمیت داره ولی ممکنه که برای دیگران اهمیت نداشته باشه؟ برای ما شعار کار نان آزادی اهمیت داره. به عنوان حزب چپ شعار جز شعارهای اصلی ماست، جز خواستهای اصلی ماست. ما این تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، بعد هر کس به اندازه نیازش رو جز شعارهای ماست و عدالت اجتماعی جز اهداف ماست و طبیعیه که ما این کار رو انجام میدیم، این برنامه ماست. ولی اینکه برای اینا رو به عنوان شرط توافق با نیروهای دیگه بذاریم، باید ببینیم که اینا رو با نیروهای چپ میتونیم به عنوان مبنای همکاری قرار بدیم، مبنای ایجاد یک سقل چپ یا یک جبهه چپ یا یک هر چیزی که بگیم قرار بدیم، ولی نمیتونیم با از همه بخوایم که همچین شعارهایی رو توی چیزشون بذارن. ولی در حدی که به حد پذیرش دیگران باشه میتونیم این کار رو انجام بدیم. در مورد انتخابات قبلی که من گفتم، سازمان اکثریت مشخصا اعلامیه داده، اعلامیهش هسته، شما میتونید نگاه بکنید، گفته شرکت نمیکنه. حالا اینکه مثلا دوستانی یا رفقای رفتن شرکت کردن، اون دیگه تصمیم خودش. دوست عزیزی از این نیکنام نوشتن که دیکتاتوری امکان دارد شکلش عوض شه، ولی ماهیت شما دیکتاتوری هست. در زمان و مکان مشخصی خود را به اشکال گوناگون نشان دهد و حامی سرمایه‌داری نئولیبرال هم باشد. پس مربوط به گذشته نیست، اتفاقا به روز هم هست. خب میتونه باشه اگر دیکتاتوری، در حال دیکتاتورها هم نئولیبرال میتونن باشه، هیچ مسئله نیست. نئولیبرالیسم توی شیلی دوره آقای پینوشه در واقع به تجربه شد، یعنی به اونجا اول اونجا تجربه شد، این جزوی کشورهایی بود که آزمایشگاه نئولیبرالیسم
اون دهه تبدیل شد. بنابراین این امکان پذیر هست، چیزی نیست. با رفتن یک دیکتاتور الزاماً این نیستش که دنیا بهشت برین میشه، میتونه به جهنم هم تبدیل میشه. محمد رضا شاه رفت جاش جمهوری اسلامی اومد و چیزی هستش که میشه در موردش به این شکل نمیشه قطعی گفت که یه دیکتاتور رفت من جاش یه دموکراسی میاد. بستگی داره که چقدر برای این جایگزین کار شده باشه، چقدر آمادگی وجود داشته باشه در جامعه، چقدر نیروهای سیاسی شرایط رو برای اینکه نتونه یک بازگشت به گذشته به شکل دیگه صورت بگیره فراهم کرده باشن. این اون چیزیست که احزاب سیاسی باید امروز روش تاکید بکنه. عزیزان خسته نباشید، با تجربه این تقریبا 5 دقیقه دیگه به انتهای برنامه مونده، من خواهش میکنم دیگه سوال نفرستید. در رفیقمون مسعود فتی درخواست میکنیم که لطفا صحبت های پایانی خودشون رو در واقع بیان کنن و جلسه رو خاتمه بدیم. مرسی، بسیار ممنونم از زحماتی که رفقای عزیز راحله و دوستان دیگر در این اتاق کشیدن و منو دعوت کردن به اینجا و همینطور از تمام دوستان و رفقایی که سوال مطرح کردن و صحبتهای من گوش کردن بسیار ممنونم. امیدوارم که بخشی از این سوالها را حداقل جواب داده باشم و جوابهای من به هر حال اگرم کامل نبود به هر حال تلاش کردم که تا اونجا که امکان داره به سوالات دوستان جواب بدم. خیلی ممنون، خوشحالم که در حضور شما بودم و بار دیگر تشکر میکنم از زحمات شما. مرسی، ممنون، شب همگی به خیر و روز دوستانی که در اونور دنیا هستن. من صمیمانه از رفیقمون مسعود فتی تشکر میکنم. ما در واقع به ایشون فرصت زیادی هم برای آماده شدن برای این برنامه ندادیم. واقعیت این هستش که قرار بود دکتر درویش‌پور این هفته صحبت بکنن، بعد به تعویق انداختن. ما هفته آینده دکتر درویش‌پور رو خواهیم داشت و در ارتباط ایشون در ارتباط خیزش دیما صحبت خواهند کرد، ولی به هر حال توی فرصت خیلی کوتاه رفیقمون مسعود فتی پذیرفتن که مهمان ما باشن و صحبت کردن 2 ساعت جواب سوالا رو دادن آسون نیست واقعا. من صمیمانه تشکر میکنم از ایشون، از صبر و حوصله شما عزیزانی هم که تو برنامه مشارکت داشتید ممنونم. فکر میکنم که جلسه پرباری بود و امید به اینکه حداقل جواب بعضی از سوالامون رو گرفته بوده باشید. شب و روزتون خوش، تا هفته آینده.